خب تنباکو بعدی که باید بهتون معرفی کنم و قطعا میشناسیدهش تنباکو کاشانه تنباکو کاشان از لحاظ ظاهری خیلی شبیه خانساره و از این بستای کاغذی صادراتی هم حتی داشته و احتمالا الان هم دار کاشان تنباکویه که خیلی به درد پیره مردم میخوره چرا؟ چون دود و طعم ملایمی داره گلو رو خیلی اذیت نمیکنه سینه رو خیلی به خس خس نمیندازه طعم ملایم همراه با یه عطر فوق خوب یعنی وقتی یه نفر کنارتون میشینه و قلیونش پردود میشه نمیخواید ازش فرار کنید خیلی خوشبو و خوشه اساساً کاشان تنباکو معطریه که یه مقدار تلخی داره و از تنباکوهای ملایم دیگه قوی تره از تنباک های ملایمی مثل حکام و اسفهان که کاملا شیرینن و خیلی ملایم از اونا تلختر و در واقع معتدله آماده کردن تنباکوی کاشان یه مقداری فرق داره باید توی یه ظرف بریزید و روش آب ولرم باز کنید توی اون ظرف دو ساعت بمونه آبشو تخلیه کنید تا کاملا شیرش گرفته بشه و بعد شروع به استفاده کنید و بکشید طبع تنباکو کاشان سرد و طعمش هم شیرینی که یه مقدار تلخی داره تنباکو بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم حکانه حکان سمت اسفهان خیلی طلبه داره یه تنباکو خیلی ملایم شیرین و نسبتاً پردوده یعنی حجم دود بسیار بالا وحشتناکی داره حکان یه حجم دودی داره که اصلا با میوهی میتونه تقریبا برابری کنه یه تنباکو کمشیرینیه که قسمت مثلا پیر قدیمی خیلی اهل حکان کشیدن بودن یعنی مثلا تو فیلم ها که میبینید مادر بزرگ ها, بزرگ ها قلیون میکشن نه حکان میکشن که کم شیرین حجم دوده بسیار بالایی داره و اینکه خیلی هم خوشتم نیست خیلی هم خوشتم نیست ولی دود تند و تیزی داره که معمولا کسایی که کنار کسی باشن که حکان میکشه اذیت دم کردن تنباکو حکان مثل خانساره و بعد آب کنید بذارید یه چند دقیقه بمونه و ازش استفاده کنید